شهر هرات در غرب افغانستان یکی از ولایت‌هایی است که به دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی در 20 سال گذشته رشد چشمگیری داشته و ساختمان‌های زیادی در این مدت در گوشه و کنار این شهر ساخته شدند. اما زلزله‌های پیهم اخیر نشان داد که بعضی از این ساختمان‌ها از معیارات لازم برخوردار نیستند. اما در افغانستان چون مردم او توانایی ندارند و میشه گفت که به نوعی اما اندک زیعتگ یا اندک بزاعتی هم که دارن میاین اینا صرف از این میکنن که یک ساختمان یا سرپناه برای خود ایجاد بکنن تا خانواده اینا در اونجا بتونن با خوبی و خوشی زندگی بکنن. به همین دلیل به بحث‌های مهندسی یا انجینری از این کمتر پرداخته میشه و به همین دلیل هم هست که ما میبینیم ساختمان هایی که داریم در برابر زلزله خصوصا ساختمان های گلی یا خاکی که داریم آسیب خیلی جدی دیدن و مردم ما شما خیلی متضرر شدن. چی خوب است تا اینکه ریاست شاربالی با وزارت مربوطه همه هماهنگ در سراسر افغانستان به خصوص در داخل شهرها ماستر پلان تطبیق کنند و افراد متخصصی که از رشته مهندسی و انجینری فارغ شدند ایشان در واقع بعد از تاییدی توسط شاربالی اون نقشه ساختمان بریزند و افراد غیر متخصص عرفی که تا حالا برنامه‌ای می‌کردند او بناها هم میتوانند به زیر نظر افراد متخصص به کار خود ادامه بدن تا ما همچنان که شاهد بودیم ساختمان‌های غیر معیاری بیشتر مردم را متضرر ساخت دیگر شاهد چنین ضررهای غیر مترقبی برای هموطنان برای تمام کسایی که در شهر و ولسوالی ها زندگی میکنند نباشد. بعد اون بالا زمین لرزه‌های پیهم در ولایت هرات بسیاری از خانه‌های مسکونی در سطح شهر آسیب دیده است. شماری از انجینران ساختمانی میگن که ساختمان‌هایی که در شهر هرات به گونه غیر معیاری ساخته شدند در زلزله‌های اخیر آسیب دیدند. اما ساختمان‌هایی که استحکام بیشتری داشتند و در ساخت آن معیارات لازم در نظر گرفته شده است مقاومت بیشتری در مقابل زلزله نشان دادند و آسیب‌های کمتری نیز دیدند. گذشته از این ساختمان‌هایی که فنی حساب شده و ساخته شده درست نظارت شده ساختمان‌های دیگری هم هست. یک سری ساختمان‌های تاریخی داریم ما که خب ممکنه صدها سال از ساخت از اونها تیر شده باشه. یک سری ساختمان‌هایی داریم که گلی هست در حدود 20-30 سال گذشته ساخته شده. یک ساختمان‌هایی هست اصطلاحاً ما شما به نام گادری میگیم اینا هم در مدت‌های گذشته ساخته شده و یک سری ساختمان‌هایی هم که ما شما در محیط شهر می‌بینیم به صورت ساختمان‌های کنکریتی متأسفانه از کیفیت پایینی برخوردار هست. خوشبختانه اثرات زلزله اخیر در محیط خود شهر در بیرون از شهر اگرچه خساراتی داشته در داخل خود شهر خوشبختانه اثرات کمتری داشته. یعنی کمتر ما در ایشان روز گذشته شاهد بودیم که یک ساختمان در اثر زلزله در داخل خود شهر خراب شده باشه. این به این معنی که ساختمان های کنکریتی که ما داریم نسبتا خوب عمل کرده ولی خب یک سری اتفاقات افتاده که ممکنه در زلزله های بعدی پایدار نباشه. از سوی دیگر شماری از شهروندان به این باورند که بسیاری از ساختمان‌های درون شهری به گونه خودسر و غیر معیاری ساخته شدند. این باشندگان ضمن تاکید بر نظارت جدی از روند ساخت و سازها در شهر هرات از مسئولان امارت اسلامی می‌خواهند تا دیگر اجازه ساخت خانه‌های غیر استاندارد و بدون ماستر پلان شهری را در داخل شهر هرات ندهند. تمام زندگی انسان بر اساس معیارات است. ساخت و سازا خو طبعا باید بر اساس معیارات باشه. ما از اداره شاربالی هرات جدا تقاضا میکنیم اگر قبلنا اگر پیشترا یعنی بالاخره کوشش نمیکردن در خود ساخت و سازها حالا باید بسیار کوشش کنه که همه ساخت و سازها طبق معیارات و استانداردها باشه و همچنان از ریاست محترم حوادث طبیعی همچنان تقاضا میکنیم قبل از اینکه واقعه میرسه یا بالاخره پدیده طبیعی رخ میده یک سروی داشته باشن. ساحات آسیب پذیره چی آسیب پذیری خو از نگاه زلزله میشه از نگاه سیلابا میشه سایخه میشه و امسالوم باید بررسی کنه ساحات آسیب پذیر باید شناسایی بکنه هشدارها و اخطارها باید به خود مردم برسونن. جنبی اول از این معیاری نبودن خود همین ساختمان های که هم شهریای ما ماستر پلانی که از طرف ریاست خود شاربالی و بخش هرازی هست اینا مد نظر نمیگیرن بناهایی که هست اینا رو میارن به سر ساختمان ها تا که اون نقشه که خود از اون به دست خدا رو تطبیق کنن. بنان ما یک توصیه به
شهروندان خود داریم با زمانی که اینا اقدام میکنن به ساخت ساز یک تعمیر، اینا از اینا تقاضا میکنیم که به ریاست شهربلی مراجعه کنن تا که شهربلی برای از اینا یک نقشه معیاری زیر نظر انجینر صاحبای که در اون سایه کار میکنن به اینا ارائه بده و اینا بتنن امو ساختمان را تبدیل خود انشاءالله اعمار بکنم که با آینده باز به همچین مشکلاتی که ما برمیخوریم مردم ترس و حراسی نداشته باشند. با این حال مسئولان در اداره شهربالی میگن که این اداره از روند ساخت و سازها در شهر هرات نظارت میکند و هیچ کس نمیتواند بدون اجازه نامه شهربالی هرات اقدام و ساخت و ساز در این شهر نماید. توسعه ما به همه انجینر صاحبا و همه نهادهایی که در این جلسه یا در این نشست اشتراک کردن، توسعه ما به و همه نهادها همیست که باید ما در مقابل به حساب زلزله قسمی که دیگه کشورها پیشرفت کرده و از این کارون رو پس نمانده، ما پس نمانیم و ساخت ساز جدید را که انجام میتیم باید آمادگی کامل داشته باشیم. به باور کارشناسان برای بررسی میزان آسیب‌های احتمالی منازل مسکونی در سطح شهر، خانه‌ها باید به صورت دقیق از سوی انجینران تکنیکی آسیب شناسی شوند.